رسیدگی به این پرونده از پنجشنبه 12 مرداد امسال از وقتی شروع شد که داستان جدا شده یک انسان در سطح زباله یکی از محله‌های شهر قصر به پلیس گزارش شد. خیلی زود تیمی از کارآگاهان جنایی قلعه حسن خان برای بررسی این گزارش به صحنه رفتند و با داستان جدا شده که به نظر می‌رسید برای یک مرد باشه داخل یک کیسه زباله سفید رنگ روبرو شدند. خیلی زود اندام‌های پیدا شده به پزشک قانونی منتقل شد و همزمان با پیدا شدن این اندام‌ها بود که گزارش دیگه یه حاکی از این بود که پاهای جدا شده یک انسان در یکی از خیابون‌های خادم‌آباد شهریار پیدا شده. کارگان خیلی زود با نظریه پزشک قانونی تونستن هویت مقتول رو به نام شهروز کشف کنن. خانواده شهروز که در کرج ساکن بودن از سوی پلیس به اداره آگاهی فراخوانده شد. در تحقیقات اولیه کاراگان با توجه به تناقض‌گویی‌هایی که خانواده مقتول داشتن متوجه شدن اونا رازی رو در سینه خودشون حبس کردن. به دنبال بازجویی فنی سرانجام پدر شهروز بالاخره به حرف اومد. همزمان با اعتراف‌های این متهم 70 ساله بود که در بررسی خودروی خواهر و پدر شهروز لکه‌های خونی رو پیدا کردن که نشون میداد اونا در این جنایت دستی دارن. در ادامه اعتراف ها پدر بازنشستی اون مدعی شد که پسر شهروز که 40 سال سن داشت چند سالی در استرالیا اقامت داشت و به تازگی به خونه برگشته بود. اون مهندس بود و البته دچار نوعی بیماری روانی شده بود. به خاطر همین بیماری مدام با اعضای خانواده درگیر می شد و از دست اون امنیت و آرامش در خانه نداشتیم تا اینکه تصمیم گرفتیم صبح چهارشنبه در حالی که خوابه به قتل برسونیم. ساعت 6 صبح به اتاقش رفتم و با پتک ضربه‌ای به سرش زدم. اون از خواب بلند شد و بعد از سرگیجه‌ای که داشت دوباره ضربه‌ای به سرش زدم تا اینکه متوجه شدم اون مرده. خانه ما ویلایی بود و اگه می‌خواستیم جسد رو همینطوری ببریم امکان داشت همسایه‌ها متوجه بشن. بنابراین با دخترم تصمیم گرفتیم که اون رو تکه تکه کنیم. برای این کار اول پلاستیک رو روی زمین پهن کردیم. بعد با چاقوی آشپزخونه و اره برقی جسد پسرم رو تکه تکه کردم و در 3 کیسه قرار دادیم و اونا رو پشت صندوق خودرو گذاشتیم. ابتدا دستانش رو در محدوده شهر قصر رها کردیم و بعد نیمتنش رو در ملارد و پایش رو در شهریار انداختیم. این متهم میانسال که بنا به اظهارات کاراگان در بازجویی‌ها بسیار خونسرد به نظر می‌رسید مدعی شد. با این کار خواستیم دیگه اثری از شهروز نمونه. راستش رو بخوای به عنوان یک راوی فکر میکنم بیشتر از شهروز پدر و خواهر بیمار روانی بودن. مثل همیشه ممنون که تا اینجای کار با من بودید. اگه سابسکرایب نکردید حتما الان این کارو بکنید. زنگوله کنارشو بسازید. تا بعد خدا نگهدارتون.